زمانی که در رابطه با طراحی قرار صحبت کنیم، خب ناخودآگاه ذهنمون میره سراغ فتوشاپ یا ایلستریتور. اما تو این آموزش قرار بهتون یاد بدم با استفاده از ابزارهای افتر افکتس مثل شیپ لیر ها و ابزار پن خیلی راحت یک همچین ماشین رو توی خود افتر افکت به صورت کامل طراحی کنید. و تو این آموزش قراره که از یک سری از ابزارهای جالب شیپ لیر استفاده کنیم و در ادامه این آموزش توی قسمت دوم یه سری جزئیات بیشتر رو به ماشینمون اضافه میکنیم، ماشینمون رو ریگ میکنیم و میریم سراغ انیمیت ماشینمون. در ادامه با من همراه باشید. هیچ معطلی بریم سراغ نمونه خودمون. یک کامپوزیشن جدید نیاز داریم، کامپوزیشن HD. فریم ریتش رو میذارم روی 25. من پریست HD با فریم ریت 25 رو از قبل انتخاب کردم. زمان 5 ثانیه هم به نظر زمان خوبی میاد. یه مقدار فقط ورک اسپیس رو من تغییر دادم، تایملاین و کامپوزیشن رو یه مقدار تغییر دادم که هم بتونم خیلی راحت لایه ها رو ببینم، این تعداد لایه هایی که میتونم دسترسی داشته باشم بیشتر باشه و راحت تر به همشون دسترسی داشته باشم. از اون طرفم دیگه کامپوزیشن هم کوچیک نشه، بتونم خیلی خوب ببینمش. اما برای شروع چیزی که نیاز داریم یه رکتنگله. میتونیم کارمون با راوندد رکتنگلی شروع کنیم و یه مقدار بریم جلو. فکر کنم از این نما بتونیم کارمون رو شروع کنیم. خب این برای شروع میتونه خوب باشه. فکر میکنم اینجا مکان مناسبیه، نقطه خوبیه و بریم سراغ رکتنگلمون. میخوام یه مقدار تغییرات توش ایجاد کنم، برای همین بعد convert to bezier path رو انجام بدم تا دسترسی به پفش داشته باشم و بتونم پوینت ها رو یه مقدار تغییر بدم. خب برای شروع یه مقدار در واقع 4 تا پوینت من ایجاد میکنم چون میخوام اون سقف رو این بالا بسازم. کنترل نگه میدارم تا بتونم این دو تا پوینت رو با هم دیگه انتخاب کنم و شیفت رو هم نگه میدارم تا اینها رو بتونم ببرم بالا. سعی کنید یه جورایی پایین ماشین و سقفش تا حدودی به هم دیگه نزدیک باشن. الان یه میتونیم کنیم بالا ارتفاع این قسمت سقف و ارتفاع بدنه ماشین تقریبا میتونیم بگیم اندازه هم دیگه هستن. خب این دوتا پوینت هم من یه مقدار میارم عقب و خب یه مقدار سقف رو اگر که یه کوچولو گوشه ها رو نرم کنیم به نظر بد نمیاد. من دوتا پوینت رو اینجا ایجاد میکنم، دوتا پوینت رو هم این قسمت و این رو دیلیت میکنم، این رو هم دیلیت میکنم. آلت رو نگه میدارم و چپ کلیک رو میگیرم. این از این و این قسمت هم باز به همین شکل. یا این گوشه رو اگر که به این شکل تنظیم کنیم به نظر خوب میاد. خب این تا اینجای کار. یه مقدار فکر میکنم اگر که قسمت پایین ماشینون بیاریم بالاتر به نظر بهتر میرسه. خب اینجا میتونیم بگیم خوبه. یه کاری دیگه که باید انجام بدیم اینه که بریم سراغ شیشه ها. شیشه ها رو درست کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ شیشه ها، اسم این رکتنگلون عوض کنیم، بذاریم بدنه اصلی. برای اینکه اسمش هم بتونید تغییر بدید کافی انتخابش کنید، کلید اینتر رو بزنید و رینیمش کنید یا اسمش رو عوض کنید. برای اینکه شیشه ها رو هم باز توی همین شیپ بتونم داشته باشم و این شیپمون هم اسمش هم بذاریم کار، من اول شیپ رو انتخاب میکنم بعد میرم سراغ رکتنگل. خب یه رکتنگل اینجا ایجاد میکنم و اینکه بتونیم تغییرش بدیم بعد بریم سراغ
convert to bezier path یه مقداری پوینت هاشو باید جا به جا کنیم. خب این دوتا پوینت رو من با هم دیگه انتخاب میکنم. این حکم شیشه جلوی ماشین رو داره و یه مقدار هم حالا فکر میکنم خیلی زیاد شیب داره. خب این دوتا رو انتخاب کنم، یه مقدار بیارم جلو اینها رو. خب تا اینجا به نظر خوب میرسه. حالا برای اینکه شیشه عقب رو هم در واقع شیشه کنار میشه یه جورایی بتونیم درست کنیم، از هم یه داپلیکیت میگیریم. قبلش من اسمش رو عوض کنم، شیشه کنترل دی، و کافی که بریم سراغ پفش انتخابش کنیم و بیاریمش این سم. شیفت رو هم نگه دارم که بتونه توی یک مسیر صاف حرکت کنه. خب حالا باید بریم سراغ دونه دونه پوینت ها و پوینت ها رو جا به جا کنیم. خب بهتره که این پوینت رو هم در واقع دو تا پوینت دیگه هم اینجا ایجاد کنیم، این یکی رو دیلیت کنیم، اینجا هم یک کرو کوچولو داشته باشیم. این تا اینجا کار، یه مقدارم باید بریم سراغ شیشه هامون. استروک رو نیاز نداریم، استروکش رو حذف میکنیم، فیلش رو هم میذاریم رنگ مشکی، برای اون یکی شیشه هم به همین شکل. سراغ استروک دیلیت، فیلش رو هم میذاریم روی مشکی. شیشه هامون هم تکمیل شدن. حالا برای قسمت بعد میتونیم یه مقدار باز بریم سراغ بدنه اصلی، یه سری تغییرات رو اونجا هم ایجاد کنیم، مثل پوینت ها که یه مقدار باید جابجا بشن. خب این دوتا پوینت رو من انتخاب میکنم، یه مقدار اینا رو میارم جلو، از این طرف این دوتا پوینت رو هم به همین شکل یک مقدار کم میارم جلو. یه مقدار حالا شیشه ها رو اگر باز تنظیمشون کنیم بد نیست، اینا رو بیاریم عقب، اینها رو هم باز بیاریم این سمت. شیفت رو نگه دارم، هر دو تا پوینت رو انتخاب میکنم و جا به جاشون میکنم. به نظر شیشه همونم جاشون خوبه. و برای قسمت بعد میتونیم یک سری خط رو هم اینجا ایجاد کنیم که معمولا روی قسمت عقب ماشینمون داریمش. خب من کار رو انتخاب میکنم یک بار دیگه و میرم سراغ خطایی که باید اینجا ایجاد کنیم. یه کلیک میکنم، شیفت رو نگه دارم تا یه خط صاف به اون تحویل بده. فیل رو نیاز نداریم، استروک رو میخوایم حالا این هم میتونیم روی دو بذاریم. یه مقدار اگر این هم بیاد این سمتتر بریم سراغ شیپمون. نمیدونم بالا اسمش چی بذارم، یه هواگیری یا همچین چیزی، یه سری خطوط روی این پیکان ها هستن، حالا نمیدونیم دقیقا کاربردش چیه. این رو براش چیزی که نیاز داریم یه ریپیتر هست، ریپیتر رو اضافه میکنیم و بریم سراغ ترانسفورم ریپیترمون. اینو بذاریم روی صفر، این هم یه مقداری باید زیاد کنیم، منفی مثلا 5 تعدادش هم بیشتر میکنیم. از این طرف یه مقدار اسکیلش رو باید کم کنیم، 98 یه من فاصله هاشون هم زیاده. یه من بیارمش این سمت، تعدادش هم باز بیشتر کنیم.
این هم میتونیم بگیم هواگیری هم بد نیست، این رو داشته باشیم. حالا کاری که باید بکنیم، بریم سراغ بدنه ماشینمون، یه سری تغییرات رو باید توش ایجاد کنیم. بریم سراغ بدنه، خب اینجا داریمش، باز کنیم بریم سراغ پفش. این پوینت ها رو یه مقدار باید بیاریم این سمت که یه عمقی اینجا بتونیم به ماشینمون بدیم، برای اینکه اون عمق داشته باشیم. اما برای اینکه حالا اون قسمت جلوی ماشین رو هم بتونیم در بیاریم، من یه دوپلیکیت از این بدنه اصلی میگیرم، اینو میذارم این پایین، اسمش هم میذارم جلو بندی. حالا بقیه رو یک لحظه خاموش میکنم. خب قسمت جلو بندی ما این قسمت رو میخوایم، پس من اینا رو دیلیت میکنم و کلن اگر که بریم سراغ پفش رو انتخاب میکنم، یه مقدار اینا رو میارم جلو. حالا اینا رو روشن میکنم ببینیم که کجاست. خب فکر میکنم اینقدر خوب باشه. حالا میتونیم باز جلو عقبش کنیم کم و زیادش بشه. یه کاری که باید بکنیم، حالا یه مقدار رنگش رو مثلا تیره تر کنیم که خودش رو جدا کنه از این قسمت، یه همچین چیزی توی اون حالت که داره، اون زاویه‌ای که داره جلوش یه مقداری فرق کنه. اما برای خود جلو بندی یه سری چیزها رو باید اضافه کنیم، مثلا جای لاستیک ها رو باید بیایم اضافه کنیم و بیایم مثلا اگزوز بذاریم، یه سری چیزها رو باز باید اضافه کنیم. بریم سراغ بازه. یه سری خطوط هم روی تاکسیمون داریم، یعنی بریم با استفاده از رکتنگل ایجاد کنیم. حتما کار رو هم انتخاب کنید. خب یک رکتنگل کوچولو، فقط شیفت رو نگه دارید که دقیقا این مربع به اون تحویل بده. استروک رو نیاز نداریم، فیل رو میخوایم فقط اونم مشکی. این هم بذاریم مثلا خطوط، بازش کنیم ببینیم چی داریم اینجا. یه دونه گروپ هم توش نیاز داریم. خب اینها رو من رکتنگل رو میندازم تو گروپ، استروک کلا نیاز نداریم، دیلیتش میکنم. خب اینجا یک ریپیتر نیاز داریم برای گروپمون، ریپیتر رو اضافه میکنم. بریم سراغ ریپیتر، 3 تا دونه یا مثلا 4 تا داشته باشیم ازش. 0 منفی 4، اینم 4. خب این خطا رو که از این سمت ایجاد کردم، حالا برای اینکه اینو امتداد بدیم این دفعه یه ریپیتر برای خطوط اضافه میکنیم و بریم سراغ پوزیشنش. از این سمت قرار فاصله داشته باشن منفی 8. تعدادش هم دیگه هر چقدر دوست داشتین میتونید براش اضافه کنید. حالا اینجا برای ما 46 تا تقریبا کامل شد. باز از اون طرف هم میتونید اگه خواستین تعدادش رو به سمت پایین بیشتر کنید، بیاین سراغ گروپ، ریپیتر که برای گروپ ایجاد کردیم مثلا تعدادش رو از این سمت هم زیاد کنید. که به نظر من 4 تا یا 5 تا میتونه گزینه خوبی باشه. اگه خواستیم جابجاش هم کنیم، باز میریم سراغ خطوط، خطوط انتخاب میکنیم، میای اینجا و این رکتنگل رو جابجا میکنیم، هر جای خواستیم قرار میدیم. اما قرار بود بریم سراغ بدنه اصلی، یه سری حالا جای لاستیک قرار براش ایجاد کنیم. بریم سراغ الیپس و باز کنیم ببینیم اینجا چی داریم. خب این از این، یه الیپس ایجاد میکنم، از اینجا میگیرم چپ کلیک رو نگه میدارم، کنترل شیفت و چپ کلیک رو گیرم و فکر میکنم مثلا اینقدر خوب باشه، رها میکنم. این از این الیپسمون. اما باید بریم سراغ یه گروپ. خب گروپ رو من اینجا ایجاد میکنم، الیپسمون هم میندازیم توی گروپ، یه دوپلیکیت دیگه ازش میگیرم،
این یکی رو میاریم جلو. اینجا میتونه جای مناسبی باشه براش. یکم میتونه بیاد عقب، مثلا اینجا قرار بگیره. خب این از گروهمون، بریم سراغ بدنه اصلی. الان کاری که باید بکنیم اینو باید بندازیم توی بدنه اصلی. بریم سراغ بدنه اصلی و برای اینکه حالا اینو بیاریم سر جاش و بریم سراغ ترانسفورم بدنه اصلی و پوزیشنش. از اون طرف باید بریم سراغ ترانسفورم بدنه اصلی، کپی کنیم پوزیشنش رو و اینجا پیستش کنیم. برای انکر پوینتش پیست کنیم که بیاد دقیقا اینجا بشینه. خب این از این. حالا میخوام این الیپس ها رو از بدنه اصلیمون حذف کنیم، برای همین باید بریم سراغ مرج پف. خب مرج پف هم من از اینجا اد میکنم و بریم سراغ سابترک. بریم سراغ سابترک. خب الان حذف شده، فقط اینی که اینجا داریم مال جلو بندیه. مال جلو بندی هم باید بریم پفش رو اصلاح کنیم که اینجا هم مثل این قسمت خالی داشته باشیم و بریم سراغ جلو بندی. جلو بندی اینجا داشته باشیم، ببینیم پفش کجاست. آها اینجاست. ببینید تا اینجا اومده، اینا رو باید یه مقدار کنترل نگه داریم. این پوینت ها رو انتخاب کنیم. خب پوینت شیشمون هم انتخاب شد. دونه دونه فکر کنم انتخاب کنیم، شاید بهتر باشه. خب این هم از قسمت جلو بندی. حالا خطوط هم یه مقدار اگه بیاریم بالا بهتره. ای بابا. خب این هم از خطوطمون. استروک هم که نداره، درسته. خب این قسمت هم که حذف کردیم از ماشینمون، حالا کاری که میمونه و باید انجام بدیم، بریم سراغ مثلا جلو بندی چراغ ها رو درست کنیم، سپر رو بذاریم و جلو پنجره ای رو ایجاد کنیم. اگزوز داریم، لاستیک ها رو داریم و یه قسمت هم اینجا داریم برای رنگ ماشینمون، برای اینکه این قسمت پایین ماشینم یه مقدار بهتر بشه و یه دو رنگ بشه. یه تاپلیکیت کوچولو من از بدنه اصلیمون میگیرم و از این استفاده میکنم. میام سراغ بدنه اصلی، گروپ ایجاد میکنم. چی بذاریم؟ نمیذاریم مثلا رنگ بدنه. خب اینو میارم بالا، میذارم اینجا. از این بدنه اصلی دور میدازم داخل این و کاری که میخوام انجام بدم، یک عدد رکتانگل اینجا ایجاد کنم، مثلا تا اینجا، و میتونم از رنگ یکم استفاده کنم. فاد استروک رو هم براش حذف میکنم. این رکتنگل هم میندازم اینجا و میرم سراغ مرش پف. کاری که میکنم اینو میذارم روی اینترسکت و اینجا میبینید که بدنه ماشینم الان دو رنگ شد. خب این یه مقدار میتونه کارتون رو جذابتر کنه، شکل بهتری بهش بده. حالا اگر یه مقدار این خطوطی هم که اینجا داریم، مثلا یکی از این پوینت ها، حالا رکتنگل ها داخل این رنگ دوم باشه، اگه من بتونم اینو انتخاب کنم به این شکل، اگه باشه اینم باز میتونه شکل بهتری بهش بده. خب اینم از این. باز یه تکس هم میتونیم اینجا ایجاد کنیم، تاکسی ویژه. همینجا میتونیم داشته باشیمش.
و حالا اگه اون آرم تاکسی رانی هم داشته باشیم خیلی جذاب تر میشه. این هم میتونیم پرنتش کنیم به لایه کارمون و بریم یک اگزوزی هم ایجاد کنیم، بد نیست. باز من کار رو انتخاب میکنم، میام اینجا سراغ عقب ماشین. رنگش هم میتونیم تغییر بدیم و این لایه هست که باید بیاد این پایین قرار بگیره که زیر بدنه اصلی اونم باشه. اسمش هم بذاریم اگزوز. استروک هم اگه داشته باشه بد نیست. خب اینم از اگزوزمون. و حالا دو تا دستگیرم میخوایم برای درها. باز من کار رو انتخاب میکنم، میرم سراغ راوند رکتنگل، یه دونه اینجا. فقط فیلش رو من میزنم روی سفید. اسمش هم میذاریم دستگیره. یه داپلیکیت هم ازش میگیریم، این یکی هم میاریم یه مقدار میذاریم این سمت. خب اینم از دستگیره ها. باز بالم میتونیم براش بذاریم، آنتنم میتونیم بذاریم، اون قسمت نارنجی تاکسی هم اگه خواستین میتونید اضافه کنین. و به نظرم بریم سراغ جلوبندی و چراغ ها و حالا جلو پنجره ای و سپر اینا هم اضافه کنیم. بریم سراغ رکتنگل. خب اینجا کار رو من انتخاب میکنم، یک رکتنگل اینجا ایجاد میکنم. خب پس من یک گروپ هم ایجاد کنم، اینو بندازیم توی این گروپ. فقط اینو باید بیاد بالا و بالای جلو بندی باشه. خب این از این. و اسمش هم میتونیم عوض کنیم، بذاریم چراغ، حالا مثلا چراغ سمت چپ. این از این. یه داپلیکیت هم ازش بگیریم، کنترل دی. این یکی رو یه مقداری میتونیم کوچیک ترش کنیم. حکم راهنما رو داره و کلا بیاد بالا اینجا قرار بگیره بهتر. و اینجا خب این یکی باید بشه رنگش نارنجی. حالا میتونیم دو تا کار انجام بدیم، یا اینکه این حالت صاف رو داشته باشه، یا اینکه بیایم convert to bezier path رو انتخاب کنیم براشون. مثلا این دو تا پوینتش، حالا من هر دو تا رو یه لحظه برم و convert to bezier path کنم. مثلا پوینت ها رو انتخاب کنیم، shift رو من کنترل نگه دارم، اینا رو انتخاب کنیم. مثلا اینجوری در راستای حالا لاینی که اینجا داریم اینا رو کج کنیم و به این صورت کار کنیم. حالا من فعلا همین حالت صاف رو کار میکنم، اگر دیدم جالب نمیشه میام کجش میکنم. از همین دوباره یه داپلیکیت میگیرم و اسمش رو مثلا میذارم چراغ راست مثلا و جابجاش کنیم، یکی بذاریم این سمت. و باید بریم سراغ راه نماش که این یکیه، این رو بیاریم و بذاریم این سمت. خب اینم از چراغ ها. اما یه خب جلو پنجره ای هم اینجا داریم، اونم باید ایجاد کنیم.
دور کار من انتخاب میکنم، میرم سراغ رکتنگل و جلو پنجره اینجا به این شکل ایجاد میکنم. استرو که زیاد برش مهم نیست، فیلش هم باید بشه مشکی و کاری که باید بکنیم این بیاد پایین چراغ ها قرار بگیره، اسمش هم بذاریم جلو پنجره ای. یه مقدارم ارتفاعش به نظر زیاد میرسه، اسکیلش رو از اینجا کم کنیم. این هم از جلو پنجره ماشین، به نظر اینجوری هم بد نیست. حالا اگه خواستین اون تکنیک هم که گفتم خیلی راحت، حالا من این رو هم کانورت تو بیزیر پف میکنم، خیلی راحت میتونم بیام و سراغ پن مثلا اینا رو انتخاب کنم، شیفت رو نگه دارم، کنترل اگه نگه داریم راحت تر به نتیجه میرسیم. به این شکل مثلا میتونم بیام اینا رو کچ کنم، مثلا با این فرم داشته باشیم چراغ ها رو، هر دوتا رو به نظر من خوب میشن، ولی حالا فعلا ما داریم با این فرم میریم جلو. من با هر دوتا اوکی هم، حالا شما ببینید کدوم رو بیشتر میپسندید. این از چراغ ها، برای چراغ ها دیگه چیز دیگه ای نمیمونه. یه نکته خیلی جالبم که داره، میتونید خیلی راحت راهنما هم بزنید، بیاین اینجا سراغ رکتنگل شماره دو ببینید کدومه. خب اینو اصلا راهنماتون اسمش هم میتونید از کنید راهنما که متوجه بشه همیشه همین این راهنماست. اوکی و بیاین سراغ ترانسفورمش و برای اوپاسیتیش اینجا اوپاسیتیش رو کم و زیاد کنیم، راهنما بزنه. حالا اینو تو قسمت انیمیت با هم دیگه کار میکنیم، اما الان سراغ سپر قرار بریم. یه مدار یه سپری هم ایجاد کنیم، خیلی خالی نباشه جلو پنجره ایمون. بریم سپر رو هم بسازیم، باز بریم سراغ راوندد رکتنگل و یکی اینجا بسازیم. خب یه مقدار باید بیم این سمت. ای وای من، قبلش حتما کار رو انتخاب کنین. خب دوباره یک بار دیگه، این دفعه خوبه. خب اسمش هم بذاریم همقدر سپر. اینم از این. حالا بریم سراغ رکتنگلی که ایجاد کردیم، یه مقداری مقدار راوندنسش رو کمتر کنیم در حد 5 و کانورت بیزیر پف رو انجام بدیم و یه سری تغییرات توی پفش ایجاد کنیم. خب مثلا این دوتا رو انتخاب کنیم، یه مقدار بیاریم این سمت، این یکی پوینت هم یه مقدار جابجا کنیم و از اون طرف این دوتا دوستمون هم بیاریم این سمت، یا این یکی هم بیاریم، بد نیست. خب سپرش هم تقریبا آماده است، یه دوتا دونه راوندد دیگه نیاز داریم. خب سپر رو انتخاب میکنم که اینجا داشته باشیمش. خب این هم بندازیم داخله همین و بریم اینجا سراغ ترانسفورمش. 0 و 0 مثلا این بیاد اینجا و بریم سراغ رکتنگل پفش، راوندش هم بزنیم روی 5 یا 3. خب کانورت بیزیر پف، خب پفش هم اینجا داریم. بریم سراغ ابزار پن، یه مقدار این پوینتاشو جا به جا کنیم، بد نیست. خب این هم از این. میتونیم حالا رنگش هم یه مقداری تغییر بدیم، مثلا روشنترش کنیم که از سپر پشت خودش رو جدا کنه.
یا اینها رو میتونیم مشکی کنیم، یه رنگ تیره بذاریم و سپر اصلیمون رو بیاییم مثلا رنگش رو روشن کنیم. این کار هم میتونیم انجام بده. حالا بعد نیا کنیم کدوم یکی بهش میخوره. خب استروک هم میتونیم براش فعال کنیم، تو استروک برای این یکی استروکش هم بذاریم مشکی. حالا اینکه سفید یا مشکی بشه این دیگه بستگی به خودتون داره. حالا به نظر من همون مشکی یه مقدار بهتر بود و این یکی رکتنگله اینه که اینجا داریم یه داپلیکیت ازش میگیریم و این یکی رو میاریم این سمت میذاریم. که سپرمون هم جفت و جور بشه. خب کامل شد دیگه. یه پلاک هم اگر خواستین خودتون ایجاد کنید. دیگه سراغ پلاک نمیریم. یه نگاه کلی بهش بندازیم. خب جلوبندش که کامل شد، این خطا، شیشه، اینا، اگزوز، میمونه فقط لاستیک ها که بریم لاستیک هاش هم ایجاد کنیم. فقط لاستیک هاش دیگه نیاز نیست توی اون خود لایه کار ایجاد کنیم، به صورت جدا ایجادش میکنیم. بریم سراغ الیپس تول، الیپس رو انتخاب کنیم و لاستیکی که میخوایم رو اینجا ایجاد کنیم. خب این از این یه نوع داپلیکیت ازش میگیرم. این پایینیه رو یه مقدار رنگش تغییر بدیم و یه مقداری بیاریمش جلو. بریم سراغ پفش، کانورت تو بزیر پف رو انجام بدیم. خب یه مقدار پفش رو باید تغییر بدیم، اون عمق لاستیکمون رو بتونیم داشته باشیم. و یه دونه دیگه از این مشکی دوپلیکیت میگیرم، یکی یه مدت سایزش رو کمتر میکنیم، رنگش هم میذاریم سفید، اون یکی باز یه مقدار تیره تر. خب این میشه در واقع لاستیکی که ما برای ماشینمون داریم. میتونیم یه لایه یه مقدار فکر میکنم این اگه بیاد یه مقدار کوچولو بیاد عقبتر به نظرم بهتر میرسه. خب اینجا این هم میتونیم مثل شد بذاریم تایر و یه دوپلیکیت ازش بگیریم، این یکی رو بذاریم اینجا. الیپسمون رو فکر کنم اگه بذاریم اینجا بهتر باشه. اونم یه مقدار باید جا به جاش کنیم. بریم سراغ محتویات لایه ماشینمون و کجاست. خب بدنه اصلی، توی بدنه اصلی اینجا گروپ ها رو داریم. خب من این لاستیک دومیه رو یه لحظه خاموش کنیم. بریم یه مقداری این یکی الیپس رو بیاریم این سمت. خب اینو بذاریم مثلا اینجا، پوزیشنش رو کپی کنیم چون جا به جا میشه پوزیشنش هم تغییر میکنه. بعد بریم سراغ رنگ بدنه و توی رنگ بدنه، بدنه اصلی گروپ یک و این یکی الیپسه، الیپس شماره دو، پوزیشنش این مقدار رو بذاریم توش، پیستش کنیم که دقیقا اون را هم بتونیم کامل کنیم. خب اینم از این. اما برای لاستیک های اون سمت اون ور از اینا دوپلیکیت میگیرم،
این دوتا رو میارم پایین و اینا رو یه مقدار میارم جلو. حالا برای اینکه شکلش بهتر بشه یه مقدار باید توی محتویاتش تغییرات ایجاد کنیم. این سفیده رو باید دیلیت کنیم، الیپس شماره 3 که این الیپسی هست که به رنگ سفیده. خب ماشینمون هم تقریبا که چه ارز کنم کامله دیگه، فقط میمونه بریم سراغ یه ریگ کوچولو داره و انیمیتش. حالا اونجا هم یه مقدار یه سری جزئیات دیگه هم بهش ایجاد بهش اضافه میکنیم تا یه مقدار کارمون بهتر هم بشه.